عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان گرامی. ویدیو امروز ما در ارتباط با سوالی است که من از جناب آقای دکتر فرزام کمال آبادی، کارشناس اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشتم. این سوال در ارتباط با نحوه اداره ایران بعد از گذار و قبل از گذار هست و ایشون نظرات خودشون رو طی فایل صوتی به من اعلام کردن. من این فایل صوتی رو وقتی گوش دادم حیفم اومد که شما عزیزان هم این فایل رو گوش ندید و برای همین این ویدیو رو با عکس اجازه از ایشون دارم تهیه میکنم. در بخش‌ها و پارت‌های دیگه هم میتونم خدمتون ارائه بدم که قسمت اولش رو الان شما مشاهده میفرمایید. امیدوارم که نظر کارشناسی ایشون برای شما جالب باشه و انشالله که بشه ازش استفاده مثبت رو داشت. البته که اتحاد و اتحاد وحدت در کثرت درسته، ولی تفرقه نباید فقط تا برد حکومت ما رو نشکند، باید بعد از اون بیشتره، مهمتره. یعنی هر نوع انقلابی آسان‌تره تا مدیریت کشور، مدیریت درست کشور. همه گروه‌های مختلف باید با تنوع افکار در مباحثه و صحبت و گفتمان تولید وجه مشترک تفکرها که کشور رو چجوری سر و سامان بدیم و مدیریت کنیم، باید با این به یک توافق برسیم، یک شیرازه اساسی بگذاریم. مثلا فرد نباید رئیس باشه. حالا میخواد به عنوان سمبل یک شاهی باشه، ولی قدرت دست یک نفر نمیتونه باشه، باید پخش باشه، باید تکثر قدرت باشه. بعد چیزهای شبیه این، مثلا کل اصلا اصول مدیریت آینده ایران صحبت باید بشه، همین الان که انقلاب داره صحبت میشه و حرکت میشه. و کدوم گروه ایران حالا به این شاهزاده پهلوی رأی داده، گفته شما وکیلید؟ همه یا یه گروه کوچیکی؟ باید دید کلن اینه که فعلا که همه چی مخشوشه و همه چی پخشه، چجوری جمع بشه، ولی جمعی که فقط به کسی نباید دوباره از این دست برد و دزدی کنه و بعد انقلاب رو به نفع خودش بگیره. اگر شاهزاده رضا واقعا گفته که تنوع گروه‌های مختلف، چپ راست میان، همه با هم، پس همه با هم، وقتی گفته ما، برای همیشه باید بمونه ما، و این ما کیا هستیم باید مشخص بشه که من نیستم، تنها نیستم، گروه هست. به هر حال تمام داستان اینه که به جای اینکه حتی دو تا حزب باشه، باید احزاب و گروه های مختلف ولی همه به یک سوی حرکت کنند. الان چرا کل به قول معروف مشروطیت مشروطه الان به قول معروف ورشکست شده؟ چون دیگه مشروطه حکومت از مردم، با مردم، برای مردم نیست. الان حکومتی که تو آمریکا و از آمریکا به تمام قاره ها رفته و در آفریقا هم پخشه، میگن دو تا حزب و در حالت دشمنی و عناد، یعنی میگن bipartisanal adversarial system، سیستم دو حزب و دو حزبی که روبروی هم مثل که جنگ شاخ به شاخ هستن. من میگم که یک شاهراه 180 درجه که دو طرفه، فقط وسطش دیگه هیچ مانعی نیست، هی برخورد و تصادم و تصادف و مرگ و میر همه جای دنیا. یک حزب هست، یک حزب اپوزیسیون و اینا همه در جنگن، همدیگر حتی میکشن. اینها این سیستم خودش غلطه، این سیستم مشروطه فعلا ورشکست شده، نابود شده. به جای اینکه 180 درجه و دو گروه، میتونن چندین گروه و 45 درجه یا 60 درجه، ولی همه به یک سوی، به سمت یک شاهراه تعالی کشور حرکت کنن. هر کی که بتونه این اتحاد وحدت در کثرت رو تولید کنه و بهتر تولید کنه و همگی بدونن که هم در اونجا جا و مقام دارن و هم بتونن که حرفشون میتونه به کرسی بنشینه و بعدم هیچ کدومشون نیت خالص پاک رو از دست ندن، یعنی نیت‌های
خصوصی نداشته باشند و دنبال منافع خودشون و یا گروه خودشون نباشند، منافع عام رو بخواهند، یعنی وفا به وفای کل کشور داشته باشند، نه یک گروه و مقام و منصب و گروهی. به هر حال این پختگی در ریاست، ریاستی که سلطه طلبی نیست، در خدمت است، ریاستی که باعث روشنگری است، ریاستی که باعث به قول معروف نهضت و جنبش همگی است. همگی احساس میکنن که دارن برنده میشن و همگی صدایشون شنوا هست و این یک پارچگی فقط وحدت ملی در این نیست که به انقلاب برسیم، برای اینکه بعد از انقلاب چجوری اینو نگه داریم و چجوری گروه هایی بیان که خودخواه نباشند، دنبال مرام های پلید نباشند، اگر مخفی هم میکنن واضح باشه و یک نظامی باشه که همه این مسئله، یعنی ما یک دور دیگه نمیتونیم ایران رو ویران کنیم، این دور باید کاملا آباد و درست و میگن خشت اول چون نهد معمار راست، تا ثریا میرود دیوار راست. ما باید به این فکر بکنیم و این خشت، خشت یک پا نیست، خشت چهار پا هم نیست، خشت وحدت در کثرت زیربناش خودش به قول معروف پولی منتال، پولی مانیومنتال، یعنی متنوع هست، زیر پایه ها به قول معروف ده ها بلکه صد ها گروه های مختلف جمع هستند و ساختن چنین مکانیزمی، مدلی مهم است. از این به بعد دیگه اصلا ریاست فرد که نیست، چی حتی ریاست گروه ها نباید باشه، ریاست مدل و مکانیزم و نظم و ترتیب باشه. و نظم و ترتیب، این آقای اروین لازلو که میگفتن سیستم تیوری که من بردمش چین 1988، ما باید یک سیستم داشته باشیم، بهش میگم سیستم اورینتد مایند، پروسس اورینتد مایند، یعنی شیرازه‌ای که هم سیستم‌ها با هم مرتبط باشند و هم پروسسشون همه به یک جانب تعالی کشور بره، نه اینکه گروه‌ها با هم در جنگ و جدال و دیگری رو بدنام شمردن و پایین کشوندن باشند. اگر از این دعوا و مرافعی که در حتی مدرسه ها و دبیرستان های غرب هم خیلی رایجه، بهش میگیم که سارکازم، یعنی همدیگر رو تمسخر کردن، اگر از این فرهنگ بیرون نیایم هیچ امیدی برای آینده ایران نیست. هدایت فقط باید با حسن نیت و تعالی باشه. اگر این رو بتونیم، میگیم که این موضوع موضوع تکنیکی نیست، این موضوع موضوع فکری و روحیه، ولی این هر چیزی روح داره و جسم و بدن، جسم و بدن باید وحدت در کثرت باشه، درست مثل اعضا و اشراح بدن، و روحش هم باید متحد باشه و روحش هم باید خالص باشه، ناب باشه و خودخواهانه نباشه. هر کجا ما هر بویی از خودخواهی هر کسی هر گروهی شنیدیم، باید از اون اجتناب کنیم، احتراز کنیم، حالا حتی در قالب به قول معروف چوپان باشن، مواظب باشیم گرگی درش تولید نشه. مگه فکر میکنین این رئیس جمهور الان چین چی بود که الان انقدر منفی شد؟ خیلی هم مثبت بود، اصلا دنبال ماو نمیخواست بره، میخواست یک نوع به قول معروف فردر ریفورم کمیسیونی که من پیشنهاد داده بودم رو تصویب کرده بود و داشت اجرا میکرد، ولی چون آمد روی کار و قدرت بهش داده شد و اون هفت رؤسای پشت هفت نفر که پیر شده بودن قدرت رو بهش دادن که بره، به خاطر اینکه مثلا ما کشورمون الان به قول معروف دزدی و این کراپشن و این چیزا فساد سیاسی هست، به اینکه این فساد رو از بین ببره خودش فاسد شد، خودش شد به قول معروف استبداد، و خودش به جای اینکه یک نظام متشکل آینده متنوع رو تولید کنه شد یک تکی، هم خودشو امپراتور کرد، هم همه رو زیر فشار انداخت، بعدش هم تازه میتونست مثلا سنگاپور رئیس جمهور اونجا بشه، آره دائمی میتونی رئیس جمهور باشه ولی باز کشور باز باشه، میتونست مثل ماو بشه، نه میخواد مثل کره شمالی بشه مثلا،
اینا رو باید مواظب باشیم چنین اتفاق و چنین پدیده‌ای رخ نده، چون اگر رخ بده کشور دوباره میره به سمت به قول معروف هایجکینگ، یعنی سرقت انقلاب رستخیز تازه. کلن باید هر چیزی که بوی قدرت شخصی رو میده رو مواظب باشیم و ازش اجتناب کنیم.